با تبریک به شما به خاطر این پیروزی بزرگ مقاومت ایران، حکمی که امروز در دادگاه انتورپ بلژیک صادر شد یک حکم تاریخیه، چون برای اولین بار در تاریخ معاصر یک دیپلمات در حال خدمت یا به اصطلاح دیپلمات که کلمه صحیح‌تر دیپلمات تروریسته، در یک دادگاه اروپایی به اتهام تروریسم مورد محاکمه قرار گرفت و در اونجا امروز طبق حکمی که قاضی رئیس قضات دادگاه اعلام کرد محکوم شناخته شد، چون ثابت شد که این فرد نقش تعیین کننده و رهبری این اقدام تروریستی را به عهده داشته. اونچه که امروز مشخص شد این واقعیت بود که ما با یک تروریسم دولتی از جانب تمامیت رژیم آخوندی مواجه هستیم، که این مسئله در توضیحاتی هم که قاضی دادگاه میداد به طور خیلی صریح و روشن مشخص بود. از جمله اشاره کرد به نقش وزارت اطلاعات و کارهایی که وزارت اطلاعات در این رابطه کرده و تاکید کرد که اسدالله اسدی یک مأمور عالی رتبه وزارت اطلاعات بود که در پوش یک دیپلمات این اقدام تروریستی را انجام داد. یعنی بدین ترتیب برای همیشه به این فرضیه باطل که گویا یک سری افراد یاغی و یا برخی جناح‌ها درگیر تروریسم هستند خاتمه داد. در این پروسه تحقیقات و حکمی که امروز اعلام شد، رابطه بسیار نزدیک تمام ارگان‌های رژیم از جمله وزارت اطلاعات، وزارت خارجه در انجام این اقدام تروریستی به خوبی مشخص شد. یکی از نکات مهم در این حکمی که امروز اعلام شد، پاسخ دادگاه به تلاش‌های رژیم آخوندی برای به در بردن اسدالله اسدی تحت پوش استفاده از کنوانسیون 1961 وین بود. در این حکم به صراحت تأکید شده که اون چی که اسدالله اسدی انجام داده هیچ ربطی به فعالیت‌های دیپلماتیک و کنوانسیون وین نداره و بلکه اقدامات تروریستی بوده، و به این ترتیب به طور کامل این تلاش رژیم برای نجات اسدالله اسدی از این محاکمه را کنار گذاشت. همونطور که میدونید رژیم علاوه بر اقدام حقوقی در زمینه‌های دیگه هم تلاش زیادی کرده بود، از جمله فشارهای دیپلماتیکی که در پشت صحنه به دولت‌های اروپایی وارد کرده بود و یا تهدید تروریستی که خود اسدی در دادگاه انجام داد، و اتفاقا امروز قاضی دادگاه هم به این تهدیدات از جانب اسدی اشاره کرد و اون را دلیل دیگری بر ضرورت محکوم کردن اسدی ذکر کرد. بنابراین در این زمینه هم به طور کامل روشن شد که تهدیدات رژیم موفق نشده که مانع از محاکمه و این محکومیت بشه. محکومیتی که به اسدی داده شد 20 سال زندان بالاترین محکومیتیه که در این مورد میتونست داده بشه. البته قاضی فکر میکنم 5-6 بار تأکید کرد که اون چی که اینها میخواستن انجام بدن یک جنایت بزرگ بود، چون میخواستن در یک گرده همایی بسیار وسیع با حضور گسترده مردم اقدام به انفجار این بمب بکنن و تک به تک استدلال های تروریست های رژیم را که مدعی شده بودند که این بمب خیلی قوی نبوده و یا قصد نداشتن داخل سالن ببرن را رد کرد و گفت این دروغگویی های اینا همه نشون میده که هدف اونها کشتار بسیار بوده، کشتار وسیع بوده. بنابراین به این فرضی هم که شاید افرادی گول خورده باشن و یا فریب خورده باشن خاتمه داد، و اتفاقا به یکی از اونها که خیلی مدعی بود که دخالتی در این امر نداشته، برخلاف دادستان که 15 سال درخواست زندان کرده بود، دادگاه 17 سال زندان داد. بنابراین اون چی که الان میمونه قدم بعد هست، این محاکمه تازه شروع محاکمه مقامات و سران تروریست این رژیم هست. قدم اول بود. همه سران رژیم باید در مقابل دادگاه بین المللی قرار بگیرن و یا در فردای ایران در مقابل عدالت قرار بگیرن به خاطر همه جنایت هایی که کردن، چه قتل عام و کشتار در داخل ایران و یا قتل عام تظاهرات در داخل ایران و یا اقدامات تروریستی که در خارج کشور انجام دادن. از طرف دیگه جامعه بین المللی الان در مقابل یک واقعیت قرار گرفته که سیاست مماشات
به شکست کامل انجامیده و هیچ راه دیگه وجود نداره به جز اعمال قاطعیت در مقابل این رژیم. و اولین قدم در این راه اینه که شبکه تروریستی رژیم باید در همه اروپا و خارج کشور منهدم بشه. به اتفاقا یکی از احکامی که امروز صادر شد سلب تابعیت بلژیکی از 3 تن از متهمین بود، که این خودش قدم اولیه که باید به بقیه مزدوران رژیم هم که تحت پوش استاتوی پناهندگی و یا تابعیت دارن اقدامات تروریستی رژیم را پیش میبرن خاتمه داده بشه و از همه اونها این تابعیت و یا پناهندگی سلب بشه. یک بار دیگه من تبریک میگم به همه مردم ایران پیروزی بزرگ مقاومت ایران را و به عنوان قدم اول برای ادامه این مسیر. با تشکر از شما.